ماجرای خیانت و روهم ریختن همسر ژیلا صادقی با خانم شبنم قالیخانی. سلام دوستان، به نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای خوب ما با خبر باشین. خیلی ممنون از همه شما. همزمان با فوت خانم زهره فکور صبور در اینستاگرام خبری منتشر شد که خانم ژیلا صادقی از همسرش جدا شده. خانم ژیلا صادقی به صورت فوری لایوی رو با خانم نفیسه روشن برگزار کرد که تو اون کلی بد و بیرا گفت. حتی از حقوق زنان هم دفاع کرد و گفت من با اون کسی که این شایعه رو پخش کرده کار دارم، اصلاً به هیچ وجه ازش نمیگذرم. همسایه ژیلا صادقی کیست؟ محسن رجبی همسایه ژیلا صادقی در منطقه لواسان بودند. ارتباط آنها در حد سلام و علیک بود و بعد از 7 سال پیشنهاد ازدواج از طرف آقا بهشون شد و در 18 فروردین ماه سال 94 رسماً به خواستگاریشون رفتند و پس از 1 سال در 18 فروردین ماه 95 مراسم بله برون شد و 2 خرداد هم عروسی کردند. خانم ژیلا صادقی وقتی که 42 ساله بود با محسن رجبی ازدواج کرد. رجبی همسایه ژیلا صادقی و خانواده اش بود. او در حال حاضر رستوران دار است. ژیلا صادقی درباره آغاز زندگی مشترک نیز بیان کرد: شروع ساده ای داشتیم و خواسته های پیچیده ای نداشتیم. به حق قرآن این زندگی ادامه داشت. ما الگوی جوانان هستیم و چقدر خوب است که دقیق تر، اصولی تر و قانونمندتر بتوانیم خانواده تشکیل دهیم که الگوهای مناسبی در جامعه باشیم. خانم ژیلا صادقی حتی درباره تاثیرات ازدواج هم اظهار کرد. ازدواج قطعاً بدون تاثیر نمیتواند باشد. در همه زمینه‌ها تاثیر همسرم احساس می‌شود و من خدا را بابت این موضوع شکر می‌کنم. این خانم درباره مهریش هم توضیح داد: من هیچ شرطی برای ازدواجم نداشتم و گفتم فقط آرامش در زندگی میخوام و 14 سکه تعیین کردم. همسرم هم یه تعدادی به سکه ها اضافه کرد که من بلافاصله قسمتی رو به روح پدر همسرم، بخشی به خانوادهش و تعدادی رو هم به خودش هدیه دادم که در همان آخر 14 سکه شد. حالا مثل اینکه ماجرای جدایی خانم ژیلا صادقی از همسرش درست بوده و خانم صادقی نمیخواسته که این راز برملا بشه. خلاصه خانم ژیلا صادقی در این اینستاگرام عکسی را منتشر میکنه و در کپشن این پست مینویسه: همکار محترم، من شما رو بهار سال 1395 مراسم عروسیم هتل اسپیناس دعوت کردم. چرا با تأخیر تشریف آوردین؟ گذاشتین بهار سال 1400 تشریف آوردین. اونم چی؟ همون هتل بدون اطلاع من و پنهانی؟ خانم باسواد، خانم بافرهنگ، استاد دانشگاه. زیرش هم نوشته عجب و خندیده. خیلی ها سوال کردن که منظور از استوری ژیلا صادقی کیه؟ منظورش خانم شبنم قالیخانیه که ژیلا صادقی رو پیچونده و رفته با شوهرش ریخته رو هم و تو هتل اسپیناس هم قرار گذاشتند. آره اینجوری است. خب خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشم که نظرات خوبتون رو برامون کامنت بکنین، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین و این ویدیو رو برای دوستان خودتون و گروه های ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر کنین. خیلی ممنون از همه شما.